سلام بچه ها، خیلی خوش اومدید به مدبس. فرزاد هستم به همراه آنایتا. بریم سراغ ترک جدید از هیپاپولوژیست. کسی به ما شک داره؟ منو معلومه نه. کسی به ما شک داره؟ معلومه نه. کسی به ما شک داره؟ اگه دوره به درک. خب خیلی خوش برگشتیم برنامه خودتون. میریم سراغ ترک جدید هیپاپولوژیست با کاگان به اسم نسخ نسخه. آقا دکتر اومده نسخه پیچه دوباره خیلی دوباره حرف و حدیث هم شده. با این حواشی ها یه اشاره کوچیک رو کنیم. من نمیدونم داستان چیه بعد اون لایوی که از تتلو رضا پیشو اومد بیرون که حسین و همطور حسین توهی اومدن و صحبت کردن، تلفنی اومدن رو خط و یه سری صحبت کردن، یه تیکای لایتی به دست چهار رفتن که ظاهرن اشکان کاگان خیلی حال نکرده با این داستان و اصلا قرار بود که هیپاپولوژیست جزء ریمیکس حلم باشه. ما شنیده بود که به عنوان پوری سری ورساشم تو استوری پخش کرده بود توهی. حالا نمیدونم اون همچنان پابرجا باشد یا نباشد چون وکال سروش هیپاپولوژیست بوده، ولی کاگان زیاد حال نکرده اون داستان که البته در حالت احترام کامل یکم در واقع انتقادم کرده دیگه که آقا یعنی چی شما به نسل چهار میگی کار خوب تا حالا نشینی؟ واقعا نسل چهار کار خوب نداشته تو این دو سه سال که شما میگه کار خوب بده من شلوارمو در میارم که اشاره میکنه به امیر تتلو که گفتش که اگر کار خوب نه و اگر رکورد ما رو زدیم به این راحتی و فلانی حرفا مثلا من شلوار در میارم تتوهای با سنگ رو ببینید. از اون برم حسین رحمتی گفت واقع کار دهن پر کنیم و ندیدیم نسل چهار. این یکی هم بهش برخورده، البته بیتر نکرده ولی گفته خب اینم نوعی بیتر. حالا نمیدونم داستان چی میره و چی میره جلو، ولی من فکر میکنم کل داستان نظر شخصی من اونجایی شروع شد که این چهار نفر اومدن برای یه عمر هم یه آهنگ بدن، یه سری این وسط دنده دادن تو داستان، یعنی یه سری چون اینا دریل خوندن بعد حالا یه سری البته به قول تو شیطنت یه سری تیکام به نسچار بود، ولی حالا اونم شاید باعث شد نسچاری رو بیان سریع بگم آقا ما یه آهنگ جمع کنیم چهار نفری میتر کنیم فلان و بزیلی دنده رو داد با خط گفت الان موقعشه که ما باشیم و گفت دیگه آقا بعد بزرگا و نسیه که دست دو ما این میگه، یعنی بزاده تو خب قبلا گفته بود. آره دیگه میگم دوباره حرفش نه میگم اون داستان دنده دادن دنده دادن هی هم دارن دنده میدن داستان میره جلو. نمیدونم ولی به نظرم به نفع رپ فارسی اتحاده بیشتره، ولی ایه برم اگه بیفی بین نسل یک و چهار بشه به شود برای مخاطب ها خیلی جذاب میشه. نمیدونم چه اتفاقی میفته. به هر حال هر نسلی طرفدار خاص خودشو داره، ولی در کل همه مخاطبات طرفدار رپ فارسی هن دیگه. آقا برو بریم، خیلی حرف زدم، برو بریم ببینیم ترک جدید هیپاپولوژیست چیه و نسخه کی رو پیچیده. میگه نسخ نسخه فن تو اتاقش ولی بعد میگه پشتم اینا همه تقلم ولی عملا نورجم واسه میا بر ترپ ویلو چون که قطبم نه چه ترپ میخونه چه خوب میخونه. من همیشه میگفتم که چقدر خوب میشه که نسخ چهار اون خوباشون حداقل بیان نشون بدن دیگه. البته خیلی به من گفتن آقا قدیم داشتن مثلا ترپ و ژانرهای دیگر رو داشتن، حالا من شاید نشنیده بودم، ولی خب بد نیست که دیگه همش رو دریل نباشن که آهنگایی که میدن. اینه که خیلی استقبال میکنم اینا همه تقل هم ولی اورجن گفت اینا تو اتاقشون فنن ولی چی چی میگه یارو فنه دیگه تو اتاقش فنه این واسه عکس مونم میگه آره دیگه تو اتاقش مالی اوشه گوش میده. آره
نگو خودت دیری با توزه هفمه نه 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 که کی گوزی اینجا نمیده هنته نه 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 با تو اینه ویو ازم اتابته داشی یا تو ترپ ویلو دافی یا تو گارده انقدر اینکه گنده گوزی نکن اینجا نمیده هنتن این جای داستان نیست ویو از همه تابتن داشی یا تو ترپ ویلو دافی یا تو گاردن انقدر شدم پلی حرفی نمون به جز فیکی دیگه شدم می نهودم هم مثل بیبی مدال و ملن جا نمیشه عقب تریلی ترپ مونی به کودک های کار میدم میدیش آقا خیلی باحاله خیلی فلوباتیستم رای ما شدوستم کلن که ترپ داره میخونه رو خیلی خوشم میاد فکر میکنم اینجا انقدر اینجوری چیز نبودم حال نکرده بودم چون که دیلی بوده قبلی دقیقا حالا یه سبکیه که یکم بیشتر مورد علاقه من توه و چقدر بیشتر داریم حال میکنیم از یه دریل هم هیپوپولوژی که هیپوپولوژیست هم جزو پنجتای نامبانه توی آس دریل ولی اینه که ما میگیم اگه مثلا هیپوپولوژیست و دو تا از آهنگای دریلش رو هر از گاهی گوش کنیم ولی مثلا این سبک رو احتمال داره که مدت طولانی تو پلیلیستمون باشه نمیشه عقب تریلی ترپ مونی به کودک های کار میدم ایدیش با بچه هتلم تو کلم با خشی میگه برعکس همه دو کیا لشی بکسم آدماتیگانم اشون وشی اگه چاقالی نیاریم فاز ترپی سنکلو چی گفت چی خشی با خشی میگه خشی هم میتونه بزنه با خشی اوکیه ایپاپولوژی سیادم نمیاد اصلا که اوکی بود یه زمانی بعد اینا که اوکی بودن آره. اصلا اگه اوکی نبود که نمیدونن توی آلبوم پوترک یعنی مثلا این خشی که من تو خش خش بود ولی خب میتونه اونم مثلا من باشم ولی چقدر فلاش دوست دارم دونم اشون وحشی اگه چاقالی نیاریم فاز ترپی سن که لو چارت جهانی میرم تکی جوز فکر میزنی چون خودت کپی تو هم بود کی میزنه فکر اونی میرم تکی جوز فیک میزنی چون خودت کپی تو هم گوتی فقط وقتی رو علفی داری کشاقی ولی انو خزی میگه تو هم گوتی فقط وقتی رو علفی یعنی وقتی رو علفی فقط توهم گنده بودن داری گوت که میشه چیز دیگه چی بود؟ گوت چیگه میشه یعنی مخففه چی بود؟ گنده یه گنده یه گنده بنامه فارسی چی میگه همون میشه دیگه همون قولی خودت خیلی گنده آره خودت خیلی گنده اون توهم علفه رو علفی فقط یعنی نسخ نسخم فن تو اتاقش ولی بعد میگه پشتم اینا همه تقلم ولی عملا نورجم واسم یا برق ترویلو چون که قطبم هنو میرم لب وکل میگیرم تو بیسمن بزا اینا علکی بگیرم واز پیمن میرم رو مشتری شب و میگن زد غیبت میگن تلگرام پخش شده نود اکسل میگن ماجی فیکه ساید افکت های فیمه سروش واز بچمه میگه تلگرام پخش شده نود اکسل این فکت داره چیه داستان نمیدونم فکت یا نه ولی فکر کنم فکت داره میگه دیگه احتمال آخه معمولا هیپولوژیست تو حرفاش یه چند جای فکت میگه تو چکره یه میگم آجی فیکه ساید افکت های فیمه سروش واز بسمه ساید افکت های فیمه میگم آجی فیکه اینا ساید افکت های فیمه خیلی معروف میشی هاشیه داره زیاده هاشیه میسازن برات دیگه فیک تازه میگم آجی فیکه ساید افکت های فیمه سروش واز بسمه چینا فاز بیبه دکتر رفت نمی کنه میگم زشته میگم شاده فکر فند از آتو جسته بابا فیلو میزنم ات نبانیزه 6 ساعت قفله رو درک انگا کیکه ولی یه موقع فکر نکن فقط گیمه میندازیم رود ختمه مثل ممه بچمچ یه زمانی ته خلافم بود کوشاد دور الان کیلوی زیر یوویه روم ساب کن یه زمان و بدنی میریختم توی کاندوم الان واسه فیت زنگ میخوره توی سایفون چرا داداش؟ خلافشون بعد الان دیگه کلن گنده شده و زنگ میخوره پیشنهاد کارو بدنی میریختم توی کاندوم الان واسه فیت زنگ میخوره توی سایفون اونقدر دارم میدم معلمو نظری کسی نداشت بهش میکنن کمک نقدی حتی نرم باشگاهم میزنم لفظی حق فیت دارم اندازه دکل نفتی بر 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 میگن نسخ نسخن فن تو اتاقش چقدر حال بگه بر 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 خوبه
حتی نرم باش کن میزنمت لفظی حق فیت دارم اندازه دکل نفتی بر 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 میگن نسخ نسخم فن تو اتاقش ولی بعد میگه پشتم بک تو بک دیس میاد میگیرم به تخمم وقتی میام بفت رویل و دیگه قطبم وقتی میام بفت رویل و دیگه قطبم ترپ دو کی چاله سفیه ترپ تو کی یعنی دیگه داره تو ترپ هم 14-01 اینجا شما خیلی دوستیم دکتر رپ نمی کنه میگن زشته چشم؟ آقا داشتم میگفتم من احساس میکنم داره کش میاد بیت برام، یعنی انقدر فلاش دوست داشتم ولی اگه جا بعد دیگه فکر کردم گفتم خدا 5 دقیقه است، یعنی 5 دقیقه اگه رو این بیت بره که خب نمیشه باید. ولی عوض که فکر کنم بره رو دریل نمیره ببینیم ایپوپولوژیس چی یه دفعه چی؟ یه رو تو شورت وسط جمع دیدم تنها با به جمع رفا قدیمی ها رو ازم دور کرد چون بودم قوی تر آرزوم گفتم دیگه نه باحال شو بیت ببین شو. این اومد یه زورآزمایی داره میکنه به نظر من، یعنی داره میگه داداش انقدر نگی دریل میری من رو همه چی خوبه و دوست دارم این کار نسخ نسخه میتونه مثلا به اینا بگه که به قول خودش تیکرش میندازن دیس میگه اینا میگه با همه تو فنی نسخ آره. نسخه این دارین کرم میزنی که نسختونو بپیچن آره. دکتر رف فارسم کلا نسخه پیچیدن نسخ ترکام این دیگه همه سلامتی هم میزنن خوشحالن از اینکه پیشم هم یه سریاشون جلو روم خوبم وقتی که رفتم پشت سرم میزنن فکر میکنم میدونن کیم فکر میکنم میدونن کیم میزن از میانو میرن فکر میکنن نمیدونم کیان بودم بلادی شدن دشمن که بدن انگیزه به مشتم این پاپولوژیز برسید از سروش خوب کردم بهتری و کشتن بگیرن کیا این پاپولوژیز برسید از سروش اینه تو یکی از وقتی یه بار دیگه هم گوه اشتر کم خیلی دوست دارم اینه که این شخصیت رپر بودنشو با خود درنشو اینجوری با هم زجوله هم اکثرش هم کار میکنم آره صدا دریا زامن کمری صدا فندک خسخس ریام عوض شدم فصل و نقطه قوتم شدن دردا با کاروان بودیم تو لحظه وقتی بودن تو دردق فردا کی رفته کی مونده کی نیست فهمی چی اینجا چه با حال گو با کاروان بودیم تو لحظه نه تو لحظه زندگی کردی میگه چون همیشه بره مشکلات درد بوده کاروان بودیم تو لحظه وقتی بودن تو دردق فردا کی رفته کی مونده کی نیست فهمی چی زمیشگی نیست تو کشورم شبیه مهاجرم هیچ چیز بدتر از غریبگی نیست راست میگه عجب راست میگه اینا چپ صحبت آرتیستان و رپرا و محسن همین تو کشور خود مثل مهاجر و غریبه آره با همه همون اینجوری یه روزی میرم و نمیام چمدون جمعه میشینم ماهان با این که تو مهمی بشه داستان تراس نوان چمدون جمعه میشینم ماهان داداش چرا با ماهان حالا ماهان پرواز مسافری تایلند داره بیشتر نه خیلی جمعه خیلی شوخی کردم ولی داداش شما که دیگه دکتر رپایی لوفتانزا رو بغل بغل بکنی جز شایان ببین پسر دادم نمیشه آتیش و جی دافش بخوری سن نسی شده و دودی حال میده لش خیابون غروبی ببین پسر دادم نمیشه آتیش و جی دافش بخوری سن نسی شده و دودی حال میده لش خیابون غروبی حتی دزدی بره بالا ترک ها بازمه رو میزنم تنها بسن مهم نکی بوده خواهن کار ما دنبالشونه هر جا حتی سنم برسه پنجا باز دوکی یکی داره رفا تو خیابون همه جا سیف نی حتی ریسپک بدم به گنگا من فکر کردم شکم ترس و فخیه زدم با همین دستا چه خفن میگه وا کردم شکم ترس و بخیزم با هم دستا خفن بودیم دوست داشتم حتی ریسپک بدم به گنگا من فکر کردم شکم ترس و فخیه زدم با همین دستا این چیزا سروشو نمیکشه حتی بریزن روم همه نسلا چیزی نید رو آخری حتی بریزن روم همه نسلا این چیزا سروشو نمیکشه یعنی تو خواهم کارم درست که از سروشی هیپوپولوژی یه چیز راجبش من یعنی کردیت داره به نظرم که خودش خودشو ساخته آره. تو اونجوری که یادمه اصلا
کسی نردبون نکرده یا مثلا نه. تو الان حساب کنی فیت خاصی، یعنی خودش با کار خودش آره. شناخته شد. خود من و آنایتا که صرفا از کار خودش. یعنی انقدر بچه اومدن گفتن، حالا ما 7-8 ماه پیش شروع کردیم این کار رو، ولی گفتن و رفتیم و حال کردیم باهاش و دیگه ترک کشیم میریم جز اون نسل چاریایی که هر موقع ترک داده بهش پرداختیم ما. با همین دستا این چیزا سروشو نمیکشه، حتی بریزن رو همه نسلا چیزی نیدو آخرش مرگه، احتیاط نمیکنم تو حرفا، مهمی که صدا و کجا میاد، مهم اینه که میشکونه مرزا، میخوره به هم لیوانا صدا، کینه رو میبینم تو دوتا چشا، شعرام به بیتا میکنه تجاب و دیست چیه فنام بهش میگه زنا. فنام بهش میگه زنا، زنای محسن است حاجی. آقا اونجا چم دوستشم میگه لیوانا گفت میخوره به هم میبینم چی رو تو چشاب، یه بار دیگه اینجا رو گوش کنه باشه. مهمی که صدا من کجا میاد، مهم اینه که میشکونه مرزا، میخوره به هم لیوانا صدا، کینه رو میبینم تو دوتا چشا، شعر تو دوتا چشا، یعنی میتونه به اشاره کنه که مثلا سلامتی من میزنن ولی تو چشاش میبینن که کینه دارن و نسبت به من مثلا حسادت دارن و اینا. اینو خیلی جا میبینی و خیلی بده با یکی شات میزنی این حساد مثلا ازش بگیری، میزنی حال کنی دیگه. این آموزه هم افریه، من با کسی شات نزم که این حساد آره. نامردیه. من اگه با یکی حال نکنم، من اول آدم طرف میشه آره. با شات باری کرد برعکس فرض باری کرد نه با شات میذاره نه بجن... نه تو اینجوری میگی، من اصلا جایی که فازش نباشه حال نکنم با اونجا اصلا نمیرم که به شات برسه، چون میدونم اگه برم به شات میرسه، به خاطر نمیرم که به شات نیرسه. به بیتا میکنه تجاب و دیست چیه فنام بهش میگه زنا، بزرگ شدم به این شتا، تو با کلی کشن و گدایی، پولو هر روز میان و میرن، فقط هم یه چیز میمونه صدا. ببین پس بح یه چیز میمونه صدا، این ریفرنس داد که اصلا تو فرنگ ما هست نمیم صداست که میماند، صداست که میماند. خیلی بارو این همه کشت باز گدایی، خیلی آدم اینجوری هم دادم نمیشه، آتیش و اوجی دافش بخوری، سن سی شده و رودی آل میده لش خیابون غروبی. ببین پسر دادم نمیشه، آتیش و اوجی دافش بخوری، سن سی شده و رودی آل میده لش خیابون غروبی. دکتر رفو، دکتر رفو، کاگو کاگو، مثل خود کاگو کاگو اولش شروع میده نسخه نسخه. گوشوارش هم گوته، گوشوارش هم گوست بود آره. آقا من اولا که بگم این ترکیب کاگان به همراه سروش هیپافولوژیز خیلی خفن ترکیبی شده که خودشون ساختن، زحمت کشتن آمدن بالا و مطمئنم که خیلی کارهای خفن تری خواهیم شنید در آینده ازشون، هرچند که تا حالا کار خوبم داشتن، خدایش خیلی هم کار مشتی داشتن. راجب این ترک بخوایم بگیم تو نظرت چی بود؟ من کلا بخش دریلش که برای من هیچ تفاوتی با کارهای دیگه سروش نداشت، یک نواخت بود مثل قدیمی ها، عالی بود قسمت ترکش، چقدر خوب بود، هم بیت خوب بود هم خود سروش خیلی خوب بود، واقعا فلوهای باحال، رایمای درست، بعد اینکه واقعا دوست داشتم، یعنی این بوده سروشو خیلی دوست منتظر بودم ببینم و امیدوارم کار اینطوری زیاد بره، یعنی فقط همین یه دونه نرده باشه بابت اینکه بخواد نشون بده یا کل کل کنه. البته یه جا توش یه ریفرنس سال 1401 یکی دو بارم گفتش که ترپ سروش، ترپ هیپ‌هاپ‌لوژیس، به احتمال زیاد تصمیم گرفته که این سب کار کنه که داره میگه استاتش از این سال زدم، پس به نظرم من اینجوری برش کنم و امیدوارم واقعا کار کنه، چقدر خوب میخونه، حیف که نخونه تو، اگه طرف بخونه من بیشتر میخونم. آخه موضوع اینه که من نمیدونم واقعا دریل چقدر موندگار خواهد شد مثل ترپ، یا ببین خیلی ژانرهای مختلف زیر شاخه تو کلا تو تمام سبکای موسیقی، مثلا تو سبک راک هم حساب کنی، متال هم حساب کنی، اینطوری بوده، رپ هم همینطور بوده آه. مثلا اولد اسکول اومده رفته، حالا امروز روز میگم ترپ و سبکای دیگه بالاخره میانه میره. من فکر نمی‌کنم دریل همیشه موندگار باشه به نظر شخصی من، و اینه که اونهایی خواهند موند از نسل 4 که قدرتشون رو ژانر دیگه نشون بدن. سروش اینو نشون داد تو این ترک به نظرم، ولی من فکر میکنم که این دو بخش ترکه که دریل بود و قبلش ترپ بود، ترپش یه مقدار طولانی شده بود،
خود فلوش رو خیلی دوست داشتم و خیلی اوکی بودم با فلوش، ولی احساس میکردم بیتش از یه جبه بعد دیگه داشت خستم میکرد. یعنی ترجیحم این بود، من نظر شخصیم، مثلا سه دقیقه خورده ای که ترپ بود مثلا میشد یه دقیقه خورده ای. نه به نظر طولانی من، چون خیلی استوب زدیدش. من استوب شاید من بخواستم بزنم دانش آمال میکنی تو بسش شایدم من زیاد زر زدم. تو استوب زیاد زدید طولانی به نظر آقا من زیاد زر زدم و رو حرف آنایتا که نمیشه حرف زد. افنترین تحلیلگر رو رفت فارسی ها خیلی عالی بود و من حرفمو پس میگیرم دیگه، مافیای ذهنیم نیست این ترک. بچه دمتون گرم که پایه ما بودین، این ویدیو رو تا انتها با هم دیدیم و حال کردیم. اگه تازه با من و آنها آشنا شدین یا سابمون ندارین، از این برم توی سابسکرایب کنین، زنگوله بزنین، نوتیفیکیشن فعال بشه و آدرس سوشیال میدیا هم این زیر است. اگر با من آنها حال میکنید لطفا اونجا ما رو ساپورت کنید. در انتها امیدوارم از هر جای دنیا این ویدیو دیدید پر از آرامش و انرژی مثبت باشین و کلی رفقای مشتیتون دورتون رو پر کرده باشین. شب و روز لاکچری داشته باشین. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go.